سال جدید بر شما خجسته باد. با سپاس از اینکه تا این وقت با ما هستید. همون گونه که میدونیم ایام کریسمس هستیم، تولد خداوندمون عیسی مسیح هست و شبکه شادی تیوی نیز در صدد این بود که بتواند در این ایام برای شما عزیزان برنامه های متنوع داشته باشه. من از آلانوش عزیزم میخوام بپرسم، آلانوشم چه خاطره خودت داری از ایام کریسمس؟ چون شما به عنوان شخصی مسیح زاده هستی میدونم که خاطراتون در زمان دوران کودکی بیشتر از ما هستش. بله، ایام کریسمس خیلی خوب بود در اون موقعی که هدیه میگرفتیم کشیش رسول، هدیه میدادیم، ولی یه چیزی بود که منو میترسوند. میترسوند؟ تو ایام کریسمس میترسوند؟ آره، وقتی که این زنگو میزدن، وقتی این بابا نوئل میومد تو، من همیشه اینو میترسیدم. یعنی از خود بابا نوئل میترسیدی؟ از خود بابا. اونقدر مهربون بود این بابا نوئل، اونقدر مهربون بود، با تمام هدیه ها، با تمام اون خوشی ها میومد و ما باید حتما مثلا یه چیز، یه شعر ارمنی کوتاهی میگفتیم. چی بود یادته؟ یادم میاد. نه، این چیزی بود که برای درخت کریسمس میخوندیم، برای بابا نوئل میخوندیم. اما خب من همیشه از این بابا نوئل میترسیدم، نمیدونم چرا. پس من دیگه تو کلیسا مهربون نباشم. ایشون گفت این بابا نوئل چون مهربون بود ازش میترسیده، پس دیگه من مهربون نباید باشم. آره، به خاطر مهربونش. مری کریسمس، مری کریسمس. من به 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 درود بر شما عزیزان. شما کجا؟ اینجا کجا؟ من داشتم این آهوها رو پارک میکردم اینجا، یه بودم صدا میاد شما تولد عیسی مسیح رو جشن گرفتین. بله، خیلی خوشحال شدم، خواستم یه تبریکی بگم. ممنون. شنیدم که شما راجع به ایران صحبت میکردی. بله. بریم ایستگاه بعدی، میخوام ایران بریم. هللویا. من فکر کنم آهواتون رو یه جای پارک کردید، دارن سگا بهشون وقوق میکنن. اشکال نداره، حالا اینا با هم دوست میشن، چون میدونی که ایام کریسمس ایام دوستیه، ایام محبته. بله واقعا سورپرایز شدی، ممنون از اینکه اومدید. خب کی میری ایران؟ الان دارید شما میرید ایران، شما الان میتونید یه صحبتی داشته باشید با مردممون ایران. خیلی درود میگم خدمت مردم عزیز در ایران، تولد عیسی مسیح رو بهشون تبریک میکنم و امیدواریم که سال آینده سال آزادی ایران باشه. آمین. و همه اونجا این کریسمس رو جشن بگیریم در کنار هم. آمین. 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 که میدونید که بابا نوئل الان خدا رو شکر سالها هست که ایرانی ها جشن تولد عیسی مسیح رو میگیرن، درخت کریسمس میذارن و با توجه به اینکه خبر خوش نجات به توسط چند شبکه مسیحی پخش شده و امام نیز الان دو سه ماه هستش که این افتخار داشتیم که خبر خوش انجیل مسیح رو به هموطنان عزیزمون با شبکه شادی تیوی برسونیم. پس این اتفاق داره میفته، اما دعا میکنیم همونطور که شما خودتون آرزو کردید با فیض خداوند یه روز ما بتونیم به کشورمون ایران بریم و بابا نوئل هم حتما شما میاد موقع. حتما، اصلا من مشتاق اینم که برم ایران. آمین. آمین. با فیض خدا موافقید یه دعا برای کشورمون ایران بکنید، برای آزادی ایران؟ حتماً. این هدیه‌ای که بابا نوئل آورده دعای باشه برای تو هموطن عزیزم که در کشور ایران هستی، در تحت جفا هستی. به طور خاص میدونیم که هموطنان عزیز ما که مسیح ایمان آوردن نمیتوانن اون آزادی رو داشته باشن، حتی در جلسات خانگی نیز اذیتشون میکنن و دولت متاسفانه مامورها رو میفرسته و افراد رو میگیرن. کلیسای فارسی زبان رو الان چند سالی هستش که متاسفانه بستن و انجیل عیسی مسیح نمیتواند به خوبی در دسترس مردم باشه. بیایم دعا کنیم که واقعا خداوند قلب مسئولین کشور ما رو لمس کنه. آمان. به اینکه این آزادی که یک آزادی حداقل میشه گفت نسبی هست رو به که مردم بده، نه تنها مسیحی ها بلکه هر باورمندی بتواند آزاد در کشورمون زندگی کنه. موافق هستید با هم دعا کنیم؟ حتما. هللویا. هللویا. خود قدوس پدر آسمانی، حقیقتا ممنون شکرگزار هستیم که فیض و رحمت تو هست که اجازه داده ما اینک در کشوری باشیم که خدای قدوس
از کلام تو یافتم که انسان میبایست آزاد باشه با هر اندیشه‌ای پدر جان. تو رو شکر میکنم ای خدا برای این سرزمینی که تو به ما دادی ای خدای قدوس. تو رو شکر میکنم برای سرزمینمون ایران ای پدر جان. ایمان داریم که ای خدا تو برای ایران و ایرانی ها اندیشه خواهی کرد. نک دستون میطلبم در نام عیسی مسیح ای خداوند، باران نجات و ای خدا آرامش و سلامتی و قوت تو به توسط روح القدس جاری بشه و افکار انسان ها رو لمس کنه به حقیقت و محبت خودت ای پدر عزیزم. و این تو باشی که شرایطی رو در کشور ما ایران ای خدا مهیا کنیم که در کشوری آزاد بتوانیم نام تو را که شایسته هستی رو جلال بدی و جشن تولد تو را ای خداوند در آمد. کنار هموطنانمون ای خدا در مراکز بزرگ با جمعیت‌های بسیار ای خدای قدوس اعلام کنیم و تو جلال یابی. و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. آمین. آمین که هموطن عزیزم آمد. با ایمان دریافت کنیم. اگر موافق هستید بریم و برمیگردیم عزیزان، در مقابل شبکه‌های تلویزیونتون بشینید، در خدمت شما عزیزان هستیم. با ما باشید. خواهم سرایم بهرت خدایم، با شعری تازه همدرد نمایم. نام تو پر جلال زیبا، بخشد به جان و روح و دلها، آب حیات و زندگی را ای مسیحا. لب تشنه به سوی تویم، آب حیات از تو بیابم، فرزند والای خدایم ای مسیحا. نامت عظیم است آرامی جان، ای رب الارباب، ای شاه شاهان، ای شاه شاهان. مهرت نمایان در مسیحا، جستی مرا با خون عیسی، سرشارم از عشقت خدایا هللویا. لب تشنه به سوی تویم، آب حیات از تو بیابم، فرزند والای خدایم ای مسیحا، ای مسیحا. نامت عظیم است آرامی سرایم بهرت خدایم، با شعری تازه همدرد نمایم. نام تو پر جلال زیبا، بخشد به جان و روح و دلها، آب حیات و زندگی را ای مسیحا. لب تشنه به سوی تویم، آب حیات از تو بیابم، فرزند والای خدایم ای مسیحا. نامت عظیم است آرامی جان، ای رب الارباب، ای شاه شاهان، ای شاه شاهان. مهرت نمایان در مسیحا، جستی مرا با خون عیسی، سرشارم از عشقت خدایا هللویا. لب تشنه به سوی تویم،
آب حیات است و بیابم فرزند والای خدایم ای مسیحا ای مسیحا. با درود مجدد خدمت هموطنان عزیز، یک بار دیگه جا داره که تولد خداوند عیسی مسیح رو به تک تک شما عزیزان نیز شاد باش بگویم. جا داره درود بفرستم خدمت خواهر عزیزم که لطف کردن، سمی جان که از خادمین خوب کلیسا هستن، آمین. اینک با ما هستن. آمین. خدای آقای بابا نوئل، جای اولادم عزیزم، شما خیلی خوش اومدید به برنامه ما. ممنون، شما خیلی خوش اومدید. مرسی، منم خیلی خوشحالم که شما رو امسال در کنار خودمون میبینم تو این برنامه و از اون هدیه‌های قشنگی که میخوام بیارین ما هم یه دونه شو بگیریم. بله حتما حتما حتما. میخواد با مردمم اگر شما سمی جان شما تبریک بگید. او من ببخشید بابا نوئل حواس شما رو پرت کرد. بله این بس که به دنبال گرفتن کادو هدیه بگیرم. آقا من میخوام یادم نره هدیه بگیرم آقا. بله بعضی وقت این بابا نوئل زیرابی میره، من باید برم دنبالش. بله حالا خواستم جلوتر بگیرم. منم تبریک میگم عزیزان کریسمس و روزی که عیسی مسیح جسم انسان پوشید و روی زمین اومد تا زندگی بشر عوض بشه. آمین. و عهد خداوند که با نوح بست تحقق بگیره و ما تک تکمون که اینجا نشستیم اعلام بکنیم که عیسی مسیح خداوند زنده و پدر تک تک ماست، او شاه شاهانه. آمین. و ما وقتی به استقبال شاه شاهان که پدرمونه میره باید بهترین لباس رو بپوشیم، خودمون رو واقعا زینت بدیم. آمین. چون به حضور کسی میریم که هر چی داریم از اون هست. حقیقتا امیدوارم که این کریسمس سالی پربرکت باشه، پر از شادی باشه و از روح القدس پر بشین و خداوند به ملاقاتتون میان در خونه هاتون و ما در سال آینده که میام خدمتتون خبرهای خوشی رو که در این یک سالی که در پیشه برای شما اتفاق میفته، شفا هست، نجات شما هست، برکتی که عیسی مسیح خداوند زنده بهتون میده رو ما بیان به دیگران اعلام بکنیم. آمی. تا قلب‌ها لمس بشه، جان‌ها نجات پیدا کنه و ما هم شریک اون شادی باشیم که خداوند در منزل‌های شما و در خانواده شما آورد. آمین آمین آمین. حالا من یه سوال دارم از بابا نوئل عزیزمون که ببینم اصلا چگونه است که شما اسباب بازی میاری میدی بچه‌ها؟ برای اینکه بچه‌ها، بله برای اینکه عرض کنم خدمت شما که برای اینکه بچه‌ها دلشون شاد بشه، اینها از اسباب بازی‌هاشون خسته شدن، بعضی از این اسباب بازی‌ها خراب شده. بله و ما باید اینها رو با کادوهای جدید شاد کنیم، دلهاشون رو با اسباب بازی‌های جدید شاد کنیم، همونطور که واقعا عیسی مسیح دل همه ما رو شاد کرده. آمین. ما هم بتونیم یه قسمت کوچیکی که همچین خدمتی رو به فرزندانمون انجام بدیم. آمین. هللویا هللویا هللویا. حقیقتا همون گونه که گفتید به عنوان این که ما باید زندگیمون رو در مسیر تازگی قرار بدیم. آمین. اینو از شما میپذیرم، پس به ما به هر حال یه کادوی بدید. حتما چشم بازی نه، یه کادوی به ما بدید. جای اولادم میبینید عزیزی. و من میخواستم بگم که شش رسول واقعا ما عید نوروز خودمون میشه و عید باستانی هستش، ما خونه هامون رو میتکونیم، میز جدیدی رو میز جدید میذاریم، ظرف های جدید میذاریم، خونه همدیگه میریم، بهترین لباس ها رو میپوشیم تا به همدیگه بگیم چقدر همدیگه رو دوست داریم. ولی من یاد گرفتم واقعا از زمانی که خدا من محبت کرد، به خوابم اومد و انجیل و روز بعد به من نشون داد، یاد گرفتم که هیچ روزی زیباتر از روزی که خداوند جسم انسان پوشید و روی زمین اومد و تولدی تازه به تک تک ما داد نیست. هیچ جشنی بالاتر از جشن حضور خداوند در زندگی ما نیست. من از روح القدس میخوام که نه تنها به ما که اینجا در حضور بینندگان عزیز تلویزیون شادی هستیم، بلکه تک تک عزیزانی که این برنامه رو میبینن یا بعداً خواهند دید، میخوام که روح القدس
واقعا از وجود خودش ما رو پر بکنه. آمین. آمین. افکار ما رو واقعا خونه تکونی بکنه. آمین. وجود ما رو لمس تازه‌ای بکنه و ما رو توی مسیری که خودش انتخاب کرده هدایت بکنه از طریق کلام زندهش. حقیقتا ما دیگه به عقب نباید برگردیم، برای واو. که گذشته گذشت و ما الان وارد سال جدیدی میشیم. عیسی مسیح همیشه زنده است، بوده است و میاد. آمین. مهم اینه که ما الان برای پاداشی که اون به ما داد، نه به خاطر لیاقتمون بلکه به خاطر شایستگی وجود خودش، به خاطر اینکه پدر ماست. آمین. اون عیدی به ما زمانی داد که ما رو نجات داد. آمین. آمین. و ما بعد از اون هستیم که میتونیم بریم قلب‌ها رو لمس کنیم، کلام زنده خداوند رو پخش کنیم و به کریسمس بسنده نکنیم. و هر روزمون روز مسیح باشه. آمین. هر روزمون کریسمس باشه. آمین. خونه هامون همیشه از شادی خود خداوند پر باشه از طریق روح القدس. و من آرزو میکنم برای تک تک عزیزانی که دارن برنامه رو میبینن، وقتی این برنامه رو میبینی میخوام زانو بزنی عزیز من و از اون کسی که خلقت کرده و پدرته، پدر تک تک ماست، آرزوهای دلتو به حضورش بیاری. اون پدر شایسته‌ایه. اون هیچ وقت دست ما رو خالی نمیذاره. حقیقتا. پس بذاریم که ما به اون وفادار باشین، عهدی تازه با خداوند با پدرتون ببندین. من خودم مادرم، وقتی به بچه‌هام یه چیزی رو هدیه میدم اینقدر بچه‌های من خوشحال میشن که نداره. درست. شما همینطور. بله. حالا در آینده بچه‌های بابا نوئل هم میارین تو برنامه. چون بچه زیاد دارن. آمین. بچه‌های دیگر رو میارن. میگه ما جای بچه‌شیم. هللویا. واقعا هدیه میدیم چقدر خوشحال میشن. مثلا. خب اون هدیه که خداوند به ما داده، اون نجات ابدی ماست. بذارین نامتون تو دفتر حیات پدرتون خداوند زنده نوشته بشه. آمین. نجات پیدا بشه. آمین. اون که مریضه، دعا میکنم در نام عیسی مسیح زنده، واقعا دست شفا بخش خود عیسی مسیح در سراسر بدنش کشیده بشه تا نام خودش رو جلال بده. آمین. اون کسی که در استقبال کریسمس هست ولی پول میگه ندارم، بدونه که خداوند سفرهش رو برای این کریسمس پر میکنه. آمین. و اون شادی، خوشی، غمها رو از بین بردن، فیضش، رحمتش، فروتنی که به ما یاد میده، این هدیه است. آمین. هدیه که ما اگر به زندگی انسانمون فکر بکنیم، گاهی وقتا غرور ما رو بر میداره، گاهی وقتا میخوایم همه چیز مال خودمون باشه، ولی خداوند میگه ملکوت منو بخوا، همه چیزو من بهت میدم. پس دعا میکنم که همه عزیزانی که این برنامه رو میبینن، ما عاشقتونیم، دوستتون داریم. آمین. و میخوایم که با نجاتی که در زندگیتون بوده یا پیش میاد نام خداوندمون رو جلال بدیم. آمین. آمین. نسبت به فرمایشات شما به دلم هست، لطف کنید برید انجیل متی 11 رو لطفاً باز کنید. 11 میخواید 27 حالا 26 هر کدوم که بخونیم تا 31 هست. این آیات که عیسی مسیح اعلام میکنه که در اصل مسیح ایستاده که اون بار غمها و رنجها، همون گونه که خواهرمون نیست فرمودن، که روی دوش خودمون احساس میکنه، اون رو از دوش خودمون برداریم. آمین. و اجازه بدیم که حقیقتاً عیسی مسیح به ما نزدیک بشه برای رفع همه مشکلاتمون. فراموش نکنیم عیسی مسیح پیامبر نبود که یک پیامی رو برای ما بیاره و ما نسبت به اون دانش در مسیر اون پیام دست به اعمالی بذاریم که نجات پیدا کنیم. خیر. بلکه عیسی مسیح آمد تا هر کس که ایمان بیاورد بارهای رنج و سختی و مشکلاتش هللویا. از دوش اون برداشته بشه. آمین. و این وعده ای هستش که خداوند خودش به هر انسانی که تمرکزش به حقیقت هست رو میده. لطفا بفهمید. هللویا. پدر آسمانی همه چیز را به دست من سپرده است. آمین. آمین. فقط پدر آسمانی است که پسرش را میشناسد و همینطور پسر، کسانی که پسر بخواهد او را به ایشان میشناسانند. آمین. آمین. ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت میکشید. یعنی کسایی که حقیقتا شما این درک رو دارید الان نسبت به زندگیتون که چقدر زندگیتون سخت شده،
چرا رابطتون سخت شده با همسر، با بچه هاتون، با موقعیتتون، چقدر ترس و نگرانی روی دوش شما عزیزان هستش. این رو بدونید که خداوند میخواد این دست شما رو بگیره. عیسی مسیح فقط این نیامد که ما بگیم که این ایام رو جشن میگیریم، تولدی باشه و به هم یه کادو بدیم که بسیار عالی هست، بلکه مسیح اومده اون بار مشکلات و سختی ها و رنج ها و تلخی های ما رو نیز از ما بگیره. مشروطه بر این که خودمون مایل باشیم فراتر از یک جشن نیز مسیح رو ببینیم. بله؟ آمین آمین. ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت میکشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد. هاللویا. و این آرامش رو به توسط روح القدس میده که ما روح خدا رو لمس میکنیم. آمین. کاملا در وجود ما عمل میکنه. بله. و ما رو تسلی میده. آمین. تمام آن چرا که دلایل رنج های ما بوده. بله. اونها رو از ما خواهد گرفت. هموطن عزیز، پس فقط بازم میگم یک وعده نیست، یک کتابی نیست به عنوان انجیل مسیح به ما داده شده باشه. با ایمان مسیح شما روح القدس رو داری برای تولد تازه و تبدیل شدن. آمین. بله. یوغ مرا به دوش بکشید و بگذارید من شما را تعلیم دهم. واو، هاللویا. یعنی خود خدا. میدونیم که انسان آفریده شده تا بیاموزد. و اگر معلم و استاد ما خدا باشه، مسلما ما در مسیر زندگی پیروزتر خواهیم. آمین. بله. چون من مهربان و فروتن هستم. آمین. و به جانهای شما راحتی خواهم بخشید. هاللویا. زیرا باری که من بر دوش شما میگذارم، یعنی روح القدس. یعنی روح القدس دیگه، یعنی در اصل میگه روح القدس مانند شریعت نیست که اینقدر سخت باشه که من و شما با ریاضت کشیدن، با رعایت قوانین سخت نیست من بخوام خودم رو به خدا نزدیک کنم. اینک فقط کافی است به مسیح ایمان بیاوری و تو نیز هم وطن عزیزم بخشیده خواهی شد و در مسیر رستگاری نیز قدم خواهی داشت. آمین. از خواهرم سمی جان میخوام که لطف کنن در این انتها یک دعای برکت برای هموطنان عزیزم بکنن. ممنون میشم، بفرمایید. خداوندا ممنونتم عیسی مسیح، ممنونتم. شکر. ممنونم برای اینکه تمام ما رو کنار هم میگذاری. بله. برای جلال نام خودت. خداوندا ممنونم. شکر. برای اون عشقی که روی صلیب تک تک ما نشون دادی. بله پدر. جون عزیزتو دادی بابا جون و بعد از 3 روز قیام کردی تا امروز ما در کنار هم، آمدنت رو بر روی زمین. آره. که فرش زیر پای تو هست و تو میخرامی کنار ما جشن بگیریم. آمین. خدایا برای تمام عزیزانی که شاهد این برنامه هستن یا بعدن این برنامه رو میبینن، خداوندا دعا میکنم که سلامتی جسم خداوندا، آمین، فراوانی و رقص زیاد بهشون بدی خداوندا و نام خودت رو جلال بدی خداوندا. بذار که اون بچه هایی که واقعا گوسفندان گم شده هستن خداوندا، صدای تو رو که چوپانی هستی که وفاداری خداوندا بشنون. چشاشون رو باز کن که تو که زیباترین هستی ببینن خداوندا و جانهاشون نجات پیدا کنه. خداوندا وعده دادی که هر زانوی پهلوی تو خم میشه و اعلام میکنه عیسی مسیح خداوند زنده است. ای عیسی مسیح زنده. خوش. برکت میخوام برای تمام عزیزانی که پشت این دوربین از صبح مشغول کار هستن خداوند. خوش. برای جلال نام تو خداوند اومدن. برای بهروز عزیزم خداوند دعا میکنم و برای تمام کسان دیگه که خداوند تو نامشون رو بهتر از من میدونه. روح القدس عزیزم برای تمام کسانی که خداوند میشنون صدای تو رو خداوندا، بگذار که کلام تو چراغ پاهاشون و نور راه زندگیشون باشه. خواهش. و همه اینا رو به نام یگانه فرزندت عیسی مسیح زنده خداوندا به حضورت آوردم و با ایمان دریافت کردیم. آمین. 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 آمین که با ایمان هموطنان عزیز دریافت کنید و مطمئن باشید که خداوند مطابق فیضش همه ما رو برکت کرده. با تشکر و سپاس از خواهر عزیزم سمی جان که میدونم در این ایام چقدر عزیزان واقعا مشغول کار هستن. بله. و مدت زندگیشون فشرده است، اما لطف کردید که با ما بودید. خدا و خدا رو شکر. دیروز 2 نفر از آسوریای عزیزی که من میشناختم، بله، البته به خودتون هم گفتم. بله. و قلبشون رو تولد تازه پیدا کردن و من به کشیش دستو زنگ زدم برای برنامه امروز که بگم چه ساعتی هستش و اینا. این عزیزان تولد تازه پیدا کردن و قرار شد بیان و کشیش دستو عزیزم اونها رو
قصر تعمید بده. آمین. این بهترین هدیه است که من آمین. از این عیسی مسیح میگیرم در این ایام. پس این کار رو انجام بدیم. در این ایام بیشتر خبر خوش نجات رو آمین. به دیگران بدید هموطنان. میریم و برمیگردیم، با شما عزیزان هستیم. آمین. تولد عیسی مسیح بر همه عالم مبارک باشه. امیدوارم ایامی شاد پر از برکت داشته باشید و سال نو رو به همه عزیزان تبریک میگم.
مسیح متعهد است حیاتی تازه دارم. آمین. در این سال نو الان چه کهنه بود در گذشت و اینا زندگی نو شروع شده است. آمین.